اداره هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل یا اوچا میگوید به دلیل کمبود بودجه بیش از 6000 صنف محلی تا چند ماه دیگر در افغانستان از فعالیت باز میمانند. اوچا در توییت تاکید کرده که با توقف این صنف ها 166000 کودک، 50% آنان دختران هستند، از آموزش محروم خواهند شد. همزمان با این صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از ارائه یک خدمات بهداشتی برای بیش از 100000 کودک در افغانستان خبر داده است. نگرانی ها از بحر کاهش بودجه در بخش های آموزشی و بهداشت در افغانستان. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا میگوید تا 2800 صنف محلی تا ماه آگست و 3300 صنف دیگر تا ماه اکتبر سال جاری از فعالیت باز خواهند ماند. این نهاد در توییت گفته با توقف فعالیت این صنف ها 166000 کودک که 52% آن دختران هستند از آموزش محروم خواهند شد. هرگاه چنین معضل در عصر زمانی برش رسیدگی صورت نگیره و وضع ناهنجار مهار نشه، متاسفانه ما شاهد حالات ناگوار و شرایط جانکاه زندگی میان خانوارها در داخل کشور عزیز ما افغانستان خواهیم بود. در کنار ناامنی غذایی، مردم افغانستان با چالش‌های دیگری همچون نبود ارائه خدمات درمانی نیز روبرواند. دفتر پشتیبانی از کودکان سازمان ملل در افغانستان گفته است 135000 کودک را در چند ماه پسین در این کشور درمان کرده است. هرگاه این کمک ها کساویش کاهش پیدا کنه یا ای که مطلقا قطع شود، تاثیرات شدید و ناگوار را خود بالای صحت مادران، کساو افزایش وفات مادران، نوزادان، افزایش وفات سوی تغذی، کاهش خدمات درمانی در مراکز صحی حساسی افغانستان و از طرف کاهش دسترسی به مواد غذایی مسئول به افغانستان میشه. این در حال سازمان های امدادرسان جهانی از جمله صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت گفته تلاش خواهند کرد تا به کمک هایشان در افغانستان ادامه دهند.